بسیار زیاد خوش آمدین دکتر صاحب. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم تلویزیون وطن. سپاسگزار هستم. برای بیننده های عزیزم بسیار خوش آمدید میگم، برای شما همچنان بسیار خوش هستم که امروز سر یک بحث بسیار اکادمیک و علمی دکتر صاحب صحبت میکنن. اینا یک رساله را به چاپ رساندن یا نشر کردن در جستجوی نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمدتا برای افغانستان. نیروهای ملی مترقی پراگنده هستند یا در خارج یا در داخل افغانستان، زمینه یک وفاق ملی برای زنان مساعد نشده. همچنان که شما پیش شده یک شورای افغانا را در خارج ساختین و تلاش دارین که در بحث دوحه به حیث یک میانجی شرکت کنین. ما امیدوار هستم که سایر نیروهای روشن فکر وطن پرست اینا متحد شوند، متفق شوند، صدای افغانا را بلند کنند و به حیث یک نیرو در میدان سیاسی افغانستان حضور بیابند. تشکر از شما بسیار زیاد از بحث ارزشمند شما و ما امیدوار هستیم که دوستان مازی بس لذت برده باشند و نقاط مهم توجه کرده باشند. سوالات دوستان عزیز مطرح می کنیم. شما من یک پایمند گرامی فقط در مورد صحبت هایی که شما کردیم یک نکته را یادآوری می کنم و ایست که به نظر من حزب دموکراتیک خلق افغانستان به آرمانهای خود که در روزنامه های خود در جرید پرچم و خلق نشر میکد بعد از پیروزی وفادار نشد. دقیقا مرحله اول اشتباهات بزرگ که عدم وفاداری به چیزی که خودش میگفت سبب سقوط از او شد. بر مثال ببرک کارمل در انتخابات اشتراک کرد، انهیتا را بزاد اشتراک کرد، در پارلمان رای افتند و راه رشد غیر سرمایه‌داری و راه دموکراسی پارلمانی یعنی تبلیغ میکردن. اما وقتی قدرت رسیدن یا هیچ با پلورالیسم سیاسی را پشت پا زدن، هیچ نیروی سیاسی دیگه را در جامعه اجازه تبارز ندادن. شما وقتی که هیچ نیروی سیاسی دیگه را در جامعه اجازه نتین در سیاست دخالت کنه، آزادی بیان از بین ببرین، حتی آزادی بیان در داخل حزبش حزب دموکراسی موجود نبود. داخل تمام سازمان های حزبی یا وغیره که در موازات با دولت ایجاد شده بود، از یک طرف موازی با دولت ایجاد شده بود، از یک طرف در داخل دولت کاملا ادغام مدغم شده بودن، این هیچ اجازه بروز مخالفت نمیداد به کسی. بله. و ای خودش مخالفت با مو آرمان هایی بود که اول خودشون تبلیغ میکرد و انال در این شرایط قیام مردم مخالفت با مردم تصادفی نبود. این مخالفت از طرف در اول از کشورهای خارجی هدایت نشد. من یک مثال براتون عرض میکنم. در سال 1358 اداره مرکزی سوریه سرشماری را تطبیق کرد در افغانستان. وقت افید آمین ریکار هنوز قوای اتحاد شوروی به افغانستان نامده. این زمان ما سفرهای داشتیم که از آمادگی های ولایات برای سرشماری ارزیابی کنیم. وقتی بادغیس رسیدیم که تمام مامورین دولتی را مردم کشته بوده، یعنی چند وقت پیش از اون و قوا رفته بود دوباره گرفته بود. در لوگر همچنان واقع شده بود در جای ها. در مجموع 35% خاک افغانستان دولت نتونه سرشماری کنه. در 35% خاک و نفوس افغانستان امنیت وجود نداره. این چقدر 1.5 سال بعد از پیروزی کودتای هفت ثور دولت حاکمیت خود برای 35% صحیح افغانستان نجست داده. از یعنی ما حتی در اون زمان 1.5 سال بعد از که شما وقتی چه انتظار داشتیم که بعد از این کروسا قواش بعد از 10 سال دیگه ای چی ای واقع میشه. خب من فقط میخواستم در روشه در اون زنده باشین. مکس شما دقیق بود. در مرحله اول قیام ثور یا تحول ثور اشتباهات بسیار عمیقی صورت گرفت. من هم در صحبت خود گفتم
که او اشتباهات ناشی از عدم درک و آگاهی رهبری هم وقت بود و یا دسته ها عاملی که وجود داشت. مثلا ما دمیتی که شما گفتین ببرک کارمل در گذشته یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان طرح دو طرح داشت، دموکراسی ملی و دموکراسی خلقی. دموکراسی ملی یعنی ایجاد یک جبهه متحد ملی تمام نیروها، تمام اقشار و طبقات جامعه، اقوام و قبایل و همگی به دور یک دولت دموکراتی که کار میکنه برای پیشرفت و ترقی افغانستان. نه سوسیالیسم مطرح بود، نه حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا مطرح بود، نه پرولتاری وجود داشت، نه صنعت وجود داشت، نه طرح حزب دموکراتیک خلق افغانستان اتنا بود. ولی از او جایی که فیضلامین و باندش و افراد اشخاص دموی حزب، ای حزب هم نابود کرد، ای حزب هم در زندان ها انداخت، از خود خلقی ها را در زندان ها انداختن، یک عمل کرده آگاهانه زده همون پروسه بود، وضعیت در حالت کشان که مردم برای قیام ها خیستن. بعد از تحول ششیجدی که ببرک کارمل آمد، تمام تلاش ها را برازی کردن که یک جبهه متحد ملی بسازن، آزادی عذاب به وجود بیارن، دموکراسی را به وجود بیارن، وحدت ملی را به وجود بیارن، بیرق تغییر دادن، لوی جرگه دایر کردن، قانون اساسی ساختن، بخصوص تحولاتی که برای مصالحه ملی از طرف شهید دکتر نجیب الله انجام گرفت. تمام او اقدامات را دکتر نجیب الله انجام داد به خاطر سیاست مصالحه ملی تا سطح توافقات ژنو. اقدامات بسیار ارزشمند بود که میتونست کشور را به سوی صلح ببره. ولی از اونجایی که در اول ایالت ها و اشتباهات صورت گرفته بود و شرایط جنگ به وجود آورده بود و مداخله بیگانگان صورت گرفته بود و از طرف دیگه که افغانستان در مرکز تناقضات بین المللی و جنگ سرد قرار داشت، یک منطقه جیوستراتژیک و جیوکنومیک در قلب آسیا بود، به اون خاطر دیگه حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تحقق پلانهای خود موفق نشد جز به جنگ رفت. و جنگ تعمیلی بود، این جنگ نیابتی قدرت های بزرگ بود. سری بس چیز نمی کنیم، سوالات دوستا را می بینیم. تشکر از شما. نبیل صاحب بارگزای مطرح کردن در شرایطی که طرفین در مذاکرات مطابق قانون بازی عمل نکنن، قدرت نظامی تعیین کننده است و همچنان باید در نظر داشت که کشورها بر اساس منافع ملی خود عمل میکنن، نه بر اساس منافع ملی هم پیمانان خود. در مسئله دو دقیقا نی خودش ترس فکر میکنم سوال نیست. اما درست نیست دکتر صاحب؟ درست. زنده باشید. ما بانوان افغانستان دشمن طالبان دا خونده. خب گفته میشد نه گپا تبلیغات است، از این تبلیغات صرف نظر کنین دوستان عزیز. دکتر صاحب خالدی، من مطلب تحت عنوان بحران افغانستان و راه بیرون رفت از آن نوشتم، لطفا شما هم آن را مطالعه نموده با دوستان هم توصیه کنید مطالعه کنند. برای عدم امپذیری دیگران سبب شده هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و هم حکومت های بعدی ناکام شدند. تشکر. دلایل زیر توضیح دادن آقای نبیل. خالدی صاحب، خانم نایید گفتن که جنگ بین پاکستان و افغانستان نیست؟ پاکستان منافع استراتژیک خواهد در افغانستان دنبال میکنه. اما یک چیز عرض کنم که تا در افغانستان زمینه های از وجود نداشت، زمینه هاش اگر موجود نمی بود پاکستان چیزی که نمیتونست. عوامل خارجی تا زمان مؤثر هستن که عوامل در شرایط در داخل یک جامعه با او اجازه میده. افغانستان در مقابل پاکستان تا زمان کودتای هفت ثور هیچ در طرف 40-50 سالی که موجود بود اثری نداشت. چطور تانست که یک باره بعد از هفت ثور 1357 اثر پذیر شد؟ برای اینکه در داخل افغانستان امکانات از اون میسر شد. عوامل داخلی تعیین کننده است، نه عوامل خارجی. جواب من نیست. به خانم ناهید علومی. زنده باشین. تشکر. دوست ما افشار عزیز سوال کردن که نقش روشنفکران را در حضور آینده طالبان چگونه ارزیابی میکنه؟ دای طالبان پابند تعهدات خود باقی خواهند ماند یا خیر؟
ما تشکر از سوال شما. ما در این پیپر که بعدا نشر خواهد شد و به دسترس شما قرار خواهد گرفت، همین چیزی که شما اشاره کردین آقای فایمت، عدم موجودیت یک تشکل روشنفکری در افغانستان که بتونه یک اپوزیشن قوی در افغانستان ایجاد کنه و بالاخره به دولت برسه، این ما تاکید کردیم. ما دو بار به اشرف غنی پیشنهاد کردم، یکی سال 2014 که وقتی در انتخابات شرکت و پیروز شد، ما برشون پیشنهاد کردم که همین تیم انتخاباتی خود منحل نکنه، با تجربه که تیم داره این را کوشش کنه که توسعه بده و این را مرکز استقل همین روشن فکر را بسازه که بگرد از جمع شدن با یک حزب ملی مبدل شد. متاسفانه این عمل نکرد. ما وقتی حمدالله محب در واشنگتن دیدم دو سال قبل همین موضوع را باز هم رای حمدالله محب مطرح کردم، مخصوصا ای که انتخابات 2019 را بود، ما این موضوع را برش مطرح کردم و هم علاقه من به میکار بود. متاسفانه آقای اشرف غنی در این مورد هیچ علاقه مندی نداره. او تشکل سیاسی روشن فکرها را بر ایجاد حزب ملیگرا برش ارجحیت لازم نداره، در حالی که در این شرایطی که ما میبینیم جمعیت اسلامی متشکل است، گلبدین حکمتیار متشکل است، وحدت اسلامی متشکل است، جنبش اسلامی جنبش شمال متشکل است، ولی هیچ تشکل از یک از اینهای ملیگرا موجود نیست. این یک نقصی دکتر سبیل. آقای اشرف غنی نمیخواد یا اجازه نداره یا دولتایی که نه خودش علاقمندی نداره. دولت بدون تکیگاه چطور میتونه که متاسفانه چون به نیروی مردم در جامعه به قدرت رسیده در انتخابات فکر میکنه که مو کافیست، اما نیروی رکیره در انتخابات پشتبانی که یک فیصدی بسیار ناچیزه، به حد ناچیز بود که تا این که تعداد رفته رای دادن در انتخابات اخیر دلایل مختلف داره، اما در انتخابات قبلی تعداد به مراتب زیادتر بود و در جامعه یک تعداد زیاد مردم از حمایت میکنه. یعنی برای اشرف غنی هیچ وقت خودش یک سیاستمدار نبوده، در یک کسی بوده که در بانک جهانی کار میکرد. من فکر نمیکنم که جهانبینی سیاسی داشته باشه از این لحاظ که، ولی از لحاظ اقتصاد و از لحاظ بهتر ساختن یک کشور دولت ورشکسته تخصص داره. این کار در روسیه کرده، بعد از یلتسن، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی کار در جای مختلف کرده و این میخواد در افغانستان. یعنی او خودم معذف به این کار نمیبینه که مرد روشن فکرهای ملیگرا را متشکل بسازه با یک هدف سیاسی برای آینده. این هست از من اشرف غنی سنفی مست سنف هر کس رجحانات سیاسی از اون تفاوت متفاوت میباشه، در حال که تمام کسای دیگه که همکاری با او کردن با میقی امید موجود بود که او ای را ادامه میده و این امکانات هم محسن میزن. اما این برای تعداد احزاب که در افغانستان ایجاد شده از سازمان سیاسی، این خودش یک نقیصه است، مردم ناامید ساخته. لازم است که یک حزب سرتاسری، یک سازمان، یک اتحاد سرتاسری ایجاد شده و این فقط هدفش نباشه که از اشرف غنی امتیاز بگیره، چند تا وزیر بگیره. ما یک تعداد آدم ها رو میشناسیم در داخل افغانستان که همراه ما در شورای همبستگی همکاری میکنن و خود نمایندگی از احزاب و
سازمان های قومی و غیره و غیره اعلان میکنن، اما وقتی که میخوانیم تمام هدفشون نیست که از اشرف غنی یک وزیر یا دو وزیر مقامش بگیرن. این راه غلط است. دکتر سید زنده باشین. اینجا بله راه ایست که شما یک اپوزیشن بسازید، یک الترناتیف برای دولت اشرف غنی بسازید. نه به خاطر منافع شخصی خود یادم ها صرف خود این من فقط چی که میخوانم برای من روان که بدن که بعض چیز رو امضا کنم برای چون همین که یک انسجام کمیته انسجام ساختن عدمی احزاب و ما شورای ما هم عضو بدو شده، ولی وقتی که میخوانم تمام هدف از یه که ما چند نفر وزیر معرفی کنیم اشرف غنی قبول کنه اونه. زنده باشین. کوتاه کوتاه سوالا رو میخوانیم. دوستای عزیز یک سوال بالا میکنیم و که جواب یافت باز یک سوال لطف کنیم. جناب افشار مسعود افشار عزیز خواستن که جناب دکتر صاحب اقتصاد کنونی چین را چگونه به اقتصاد تلقی میکنین؟ چگونه اقتصاد تلقی میکنین؟ آیا اقتصاد مختلط سکتور دولتی سوسیالیستی و سکتور خصوصی است یا اقتصاد رو به رشد سرمایه داری؟ اقتصاد چین اقتصاد مختلط است، سکتور دولتی هم داره و سکتور بزرگ خصوصی هم داره. شرکت های بزرگ خصوصی چین است که فعلا در سطح بین المللی معروف هستند، مثل شرکت هواوی، مثلا شرکت علی بابا و یک تعداد شرکت های تکنولوژی است که شما بسیار مردم فکر میکنن که چینی باشه ولی چینی است. همچنان شرکت های بزرگ دیگی است که در چین در اقتصاد فعالیت میکنن. یعنی ما در چین اقتصاد چیز سرمایه‌داری دولتی در حلوی اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری موجود دست بر پیش بود. زنده باشین. آقای کبیر کاکر همکار خوب ما سوال کردن که جناب دکتر صاحب امیدوارم چیزی نشود، اگر امکان دارد که مذاکرات صلح دوحه ناکام و به نتیجه شود، اگر چنین شود آینده کشور را چگونه میبینید؟ یعنی هیچ کس آرزوی ناکامی مذاکرات نداره، همه حتی همه علاقمند پیروزی هست، اما امکانی این مذاکرات بسیار طولانی و سخت خواهد بود. برای این که ما قبلا گفتیم که دو طرز دید کاملا متفاوت اینجا وجود داره. این طرز دید در مقابل دولت، وظیفه دولت، مسئولیت دولت در مقابل مردم، این برداشت طالبا از دولت و وظیفه دولت کاملا جداست از چیزی که مردم توقع دارن، چیزی که جامعه جهانی توقع داره، چیزی که روشنفکرهای افغانستان توقع داره. ما بسیار به می خاطر عرض ما است که ما باید کوشش کنیم یک راه ابتکاری را پیدا کنیم که در او امی امکان پذیر شوه. امینا این راه ابتکاری تا حالا کس پیدا نکرده، نه ما و نه کس دیگه، و این امیدوار سرزی کار شوه پیدا کردن یک راه ابتکاری مثالی است سیاسی که در او طالبا شریک شوند، بدون از این که ارزش های از و چیز زی. یعنی اینجا ما باید طالبا را به نظر من که پیش از که طالبا به نیروی سیاسی مبدل نشدن، طالبا تا امروز به یک نیروی مذهبی باقی ماندن، به یک تفکر مذهبی باقی ماندن، و این تبدیل از یا به نیروی سیاسی ضرورت بسیار مهم است. در نیروی سیاسی طالبا قادر اگر وقت تبدیل میشن یا قادر میشن که جهان قسمی که هست ببینن، جهان ما کشورهای مثلا از سعودی گرفته تا دیگه طرف دنیا، این کشورها فعلا به سیاست داخل شدن به نیروهای چیزهای مذهبی را، جنبش های مذهبی و جنبش های سیاسی مبدل شده که جهان دیگه قبول دارن، پیشرفت های تکنولوژی را، پیشرفت های اجتماعی را قبول دارن و این نظام خودم میخوان اساسه عیار کنن با او. این نمی قابلیت باید طالبو پیدا کنن یا برشان چیز شوه، همی امکانات محسن شوه یا به نیروی سیاسی مبدل شون که بر مردم دولت به عنوان یک وسیله خدمت بر مردم، بر ارتقای سطح زندگی مردم بدانن، بر تامین امنیت مردم، بر بهبود سطح زندگی مردم بدانن. زنده باشین. وفا صاحب صدیق وفا گفتن که منافع افغانستان در ایجاد گسترش یک نظام دموکراتیک و سکولار است.
تا زمانی که زمینه آن فراهم شود باید از یک مرحله دموکراسی و حاکمیت قانون بگذریم و با تحول تدریجی دموکراتیک اما ژرف به جامعه بهتر و رفاه عامه گذار نماییم. امید قناعت آقای منافع افغانستان فراهم شده باشد. بله درست میفرمان آقای وفا، تشکر از سوالتون و توضیحتون، تشکر امیراست. یعنی امید است که ما به مرحله برسیم که در او دیگه در مردم، در جامعه، در و دولت افکار مذهبی مردم، اعتقادات از و ادلاز دینی به خودشان مربوط باشد. آقای سنت بسام بسیار خوش آمدین، بار اول است که نامشان میخوانم در برنامه ما، بسیار خوش آمدن. سوال کردن چرا در عصر حاضر گلوبالیسم با جان یا جهانی شدن سرمایه بسیار مهم شد، در حالی که مارکس نبض تغییر سرمایه‌داری جهانی را احساس کرده بود و آنچه میدانیم مشخصه شیوه تولید سرمایه‌داری، شیوه گردش سرمایه است و دوران سرمایه مالی در حقیقت دوران جدید این گردش است با مشخصاتی چون گسترش سرمایه صنعتی و سرمایه بانکی و آمیزش آن، افزایش قدرت سرمایه مالی و گردش ساده و سریع سودآور آن و جریانات سرمایه مالی از کشورهای غنی با فقیر. امروز پیشگویی های مارکس کاملا درست نبوده و اصولا گلوبالیسم چه مراحل را طی میکند؟ اینطور یک سوال کرده. بله بله، موضوع است که مارکس وقتی که تئوری خود توضیح میداد هنوز جهان سرمایه‌داری به مرحله آنچه امپریالیسم میگن نرسیده بود و این گلوبالیزیشن نیاز جوامع سرمایه‌داری امروزی است و این تصور مارک همچو چیزی در تصورش نمی‌گذاشت که همچو چیزی واقع شود. در حقیقت گلوبالیزیشن یک حیات تازه داد برای سرمایه‌داری، برای سیستم لیبرالیسم بورژوازی و نظام سرمایه‌داری خصوصی و او را امکانات تازه برش فراهم که این امو محدودیت هایی را که مارکس فکر میکرد در کشور مشخص سرمایه‌داری او سرمایه‌داری را ناگزیر میسازه که از اصلا فرو پاشه و این ارتقا کنه با یک نظام پرولتاریای سوسیالیستی، این را انتقال سرمایه ها به سطح بین المللی، بازار مواد خام به سطح بین المللی، تجارت به سطح جهانی، تقسیم کار در سطح جهانی، این برهم زد این محاسبات. و همچنین ما امروز اقدر از لحاظ مخابرات و محاسبات پیشرفت کردیم که جهان در مجموع یک بازار بزرگ اقتصادی ساخته. از او خاطر تئوری مارکس در یک شرایط مشخصی طرح شده بود که با شرایط امروزی تطابق نمی کنه. زنده باشین دکتر صاحب عزیز. زرگونه جان کاکر سوال کردن، فکر میکنم استرالیا تشریف دارن. دکتر صاحب محترم خالدی، آیا با آمدن طالبان سرنوشت زنان که در دولت کار میکنن چی خواهد شد؟ میتوانن دوشادوش با مردان خارج از منزل کار کنن یا خیر؟ اول من فکر نمی کنم دولتی در آینده ایجاد شوه که در او طالبا هم باشن و حقوق زنا در نظر گرفته نشه، همچون صلح به میان نخواهد آمد. من این رکم اینان دارم. زنده باشین. صلحی که ایجاد میشه حقوق مردم در او موجود می باشه. در غیر از او صلح دوامدار نیست، صلح با عزت نیست. بله بله، ما فکر میکنم که برنامه به آخر رسیده، سوالات دیگه وجود نداره. ما دیدم همه کامنتار همه تشویق کرده بودن، حمایت کرده بودن، پشتیبانی کرده بودن، تمجید کرده بودن از صحبت های شما، از برنامه امروزی، از حوصله و صبر دوستان عزیزی که در برنامه تشریف دارن آمدن و با حوصله مندی برنامه امروزی تعقیب کردن سپاسگزار هستیم. همچنان که آقای سنت بسام نوشتن، واقعا این بحث دنباله دار است، حتی ممکن بود که
دو ساعت دیگه هم دکتر صاحب سر از صحبت کنه برای ازی که در رساله چیزایی را که نوشته کردن تحلیلایی را کردن ضرورت بحث کلان نداره، ولی ما را به بزرگیتان ببخشید که تقریبا 3 ساعت از وقتی شما را گرفتیم. من مطمئن هستم که از اندوخته های ارزشمند دکتر صاحب استفاده معقول برده باشیم. آرزو میکنیم که در وطن ما یک صلح واقعی برقرار شود و مذاکرات دوحه به نفع مردم افغانستان و به نفع ترقی و پیشرفت افغانستان تمام شود. و چیز مهمی که صحبت های دکتر صاحب ما موختیم و در بحث های گذشته هم دوستا و دانشمندان آمدن گفتن، تا که مردم افغانستان متفق و متحد نشن و در مورد سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی خیش، سرنوشت وطنی خیش مشترکن، متحد نشن و کار نکنن و دست به کار نشن، نظام مورد نظر خود حمایت نکنن و نخواهن، روزگارشون امیز که در وطن ما وجود داره. 40 سال جنگ نشان داد که از بیتفاقی ما مردم دیگرا هم استفاده کردن، جهالت ما هم مانع ازی شد که به پله های متکامل جامعه بشه نرسیم. امو کلشخی خود ما افغانا سر منم بودن خودش، سر طرح خودش، عدم سازش پذیری، عدم حمایت و اتفاق همگانی باعث ازی شده که معاقب بانیم و سناریوهای کشورهای بیگانه مغرض دخیل باشه. اگر یک خانم نوشته کرده بود که اگر مردم ما با تپ تپ پای خود شروع کنن کره زمین خاک شروع بدن، ما تپ تپ پای نه که بلکه تپ تپ دست هم نکردیم و هر روز قربانی میتیم، زنان افغان، مردم، طفل کشته میشه و به یک جنبش بزرگ تبدیل نشدیم. روشن فکرای ما اما تو که دکتر صاحب گفتن از کارهایی که میکنن عریضه جدیدش هست که در کجا وزیر شود، در حالی که منفعت وطن ما در این نیست که کی در کجا وزیر شود، موقعیت منافع خود ما در این افته است که چطور از سرنوشت همگانی دفاع کنیم، چطور یک نظام به یک دوج منفعت همه ملت برقرار شود، در وقت منفعت هر کدام ما دوج نافته است. متاسفانه که وضعیت چنین این است که هر جریان سیاسی علاقمند است که کجای چپن ملا نصرالدین به دستشان میرسد و در کجای کشور حاکم میشن و چی به دستش میرسد. یک احساس بزرگ ملی که باعث وفاق ملی شد و نجات افغانستان متاسفانه بسیار ضعیف است. به این خاطر پیشبینی آینده کشور که به دستان دیگران رقم زده میشه و معاملات بسیار پرقدرت در عقب قضایا جریان داره، منافع کشورها وجود داره، منافع قدرت ها وجود داره، منافع جریانات سیاسی اشرافیت جهادی وجود داره، یک آینده بسیار روشن آدم دیده نمیتونه بکنه. دوستای عزیز، تنها تلاش ما برای این باشه که برای وفاق ملی گام بگذاریم تا سرنوشت خود ملت ما به دست خود بگیره. تشکر از شما خالدی زیب عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، از شرکتتان، از بحث آلمانیتان در نشست امشب. تشکر پایمرسای محترم، همچنان تشکر از بیننده های محترم که همراه ما بودن، سخنهای ما رو شنیدن. ما روز و شب خوش براتون تمنا میکنم و سعادت همیشه که برای شما آرزو میکنم.